سوال 9 خیلی سوال باحالی بود. ببین بچه‌ها تیپ سوال چیه؟ تک آرای سوال به صورت آرایه ها در گزینه ها مطرح شده. این مدل سوال آرای مدل قطعیه، یعنی ما از تیپ های دیگه شاید بعضی از سوال ها نداشته باشیم تو بعضی از کنکورها، اما این مدل سوال سوال قطعیه کنکور ماست که یه بیت شعر میده و چهار تا گزینه و میگه آرایه های این بیت کدامن. خب بچه‌ها ما باید توی این سیستم از رد گزینه استفاده کنیم. بیایم در کل این چهار تا گزینه ببینیم با کدوم آرایه از همه راحت تریم. من نظرمو تلمیه، از همه راحت تره. چو قنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم. تلمیح داره؟ نه. نداشتن تلمیح گزینه یک رو برای من رد میکنه. بعد از اون من به نظرم حسامیزی اینجا آرایه خوبیه. چو قنچه بر سرم از کوی گذشت که پرده نداره. آقا حسی با هم قاطی نشده که من بتونم حسامیزی بگیرم. نداشتن حسامیزی هم این دوتا رو رد میکنه. اولویتتون بچه‌ها آرایه مثل تلمیح، اسلوب، حسامیزی، تناقض، اغراق، اینا تو اولویتاتون باشه. جواب که در اومد، حالا بریم اینا بررسی کنیم. جناسش بذار با این بریم. جناسش یه کوی داریم یه بوی داریم، این جناسش. تشبیهش که چوغنچه، ادا تشبیه داره اصلا. کنایش پرده بر دل خونین دریدم، پرده دریدم در حقیقت کنایه منه، پرده دریدم. خب و مون چی پس؟ ایهامش. ایهامش هم که ایهام معروف داره دیگه، کلمه بو، رایحه و آرزو. به خاطر رایحه اون این کارو کردم، به آرزوی اون این کارو کردم. جوابم که شد 2. اما قبل از اینکه بخوام هیچ کدوم این بازی ها رو انجام بدم، با رد گزینه از طریق تلمیح و سامیزی شاید در کمتر از 30-40 ثانیه میشد این سوال رو جواب داد.